دغدغ شدی مدیو پشتی پرواز آقا نه نه پرواز پشتی آقا یک دو سه تب کن مادر قربانه تب کن عزیزم تب کن همه که قربانه تو بگم دست دست بیشید نه دستتون نه من مواظب باش بنداز این ورمو انشالله که بیشترم بنداز این ور نرده بون آره قربانه شما چی مونده دیگه مادر بزرگ جان دیگه ما رو حلال کن از تک تکشون هم حلالیت به طلب یادت نره ها چشم ولی حلالیت طلبیدن برای شما خیلی مشکله فرصت بیشتری میخواد یکی دو ماه وقت میخواد بابا بهشون بگو اینقدر سخت نگیرن چی شده؟ الحمدلله میرم خندانی ننه جان جیبم پر باشه حالم خوبه چقدر گرفتی؟ زیاد نگرفتم من قانم مادر بزرگ من نیم ساعت دیگه زنم میاد که بعد از این همه سال برم سر خونه زندگیم نگاه کن همش ریخته مهم نیست کوری نما نماست که چلی زیر کلاست موارم در میازیزم مادر جون من تحمل یک دقیقه معطلیرم ندارم باید برم سلامه. مادر بزرگ اگه آزار اذیتی کردم همش تقصیر دخترت بود اینو باید از اول میداد خداحافظ باشه به سلامه اگه سر تاسه بختت راسه عزیزم آره همیشه مقصر اصل دختر منه بلش کنه بذار درست میشه این شما میبینی پسر رو پسر دایی مسخره منه که داره واسه خودش ول میگرده عاشق دلخسته دختر راننده مینیبوسیه که تو خونه مادر بزرگ من مونده اونم بهش محل سگ نمیذاره میارزه بیبوته یک کلام ما بهش گفتیم میدونیم گرامر جذابیت چیه این ملنگم دست بردار نیست تا اسرار گرامر جذابیت از زیر زبون ما بکشه بیرون بدذات طفلی پسره یه 500 تومن به من بده برو بابا ولم کن 500 تومن 400 تومن 300 تومن ندارم نمیدم من دوتا چک نقد به تاریخ همین امروز بهت دادم اون وقت تو نداری 500 تومن به من بدی نه عجب آدمی هستی ها خیلی خوب بیا سلام آقا همایون بگو سلام استاد گرامل جذابیت سلام استاد گرامل جذابیت داریم میرین؟ یکی از اصلی ترین راه های جذابیت خرج کردنه آه. اونم با پول طلا لوازم آرایش رستوران بردن بیا چه؟ این 100 تومنه بگیر نه اون 100 تومن کم بده من این 500 رو بگیر برای اینکه طرفت دستت نپره باید پول خرج کنی پول میدونم ولی 500 تومن آره یادت باشه بهش هدیه بده به حرف هیچ کس هم گوش نکن خب هرکی هرچی بهت گفت بگو مزخرف میگی غیر از خودم باشه دمت گرم بابا Thank you.
منجه بری بالا بده مردم از تشنگی. باعث تأسفه. گفتم این همایون بره این جار و جنجال یکم تموم شه، ولی واقعا ذهی خیال باطل. خب ریشه همه این اختلافات از عقده‌های بچگیه. نه امین جان، همش از خریته. خریت اشقلاتی جاهل سبک مرز. بیا بیرون ببینم چیکاره. از این مربای رو بخور، چه خوب شد. تازه از اون عویجا بره. عویجا مقدار زعفرانی، چند روز که سال پدر بچه خواست، یه حلوای درست کنیم. خدا رحمتشون کنه. ای داری بیدار، چه زود این همه سال از مرگ بابا گذشت. ما امرم گلاب میارم، گلاب خوبی از همسر کاشون برام پرسرم. اینم خلعت آخرته، هر وقت نیاز داشتین یه گیش نشین براش. انشالله 120 ساله بشین، سایتون بالا سرمون باشه. تو رو خدا این حرفا رو نزن. باغ بود گشتم، میوه بود چشتم. چرا غم میخوری از بهر مردن؟ مگر آنها که غم خوردن نمردن؟ همی چیز دست اونا. پس بگیم همه بیان حلوا درست کنیم برای سال آقا بزرگه. همه کیان؟ مادر من. خودمون درست میکنیم، در خونهاشون تک تک میزنیم، ملک هنگ فاتحه بفرستن. شما هم عجل پیشنهادتون رو بردین، ثوابتون هم پیش خدا محفوظه.
دیگه شما چرا آخر دهی زمین دعوا رو فراهم میکنی؟ مگه نمیبینی اینا رو؟ خب آجون میگیم سر دیگه حلوا با هم وان نشد، نباید بدونن شب سال باباشونه، باید بدونن دیگه. اگه ندونن شب سال باباشون کیه، همون بهتر که اصلا ندونن هیچ وقت. اگه بخوای هیچکی رو نبینه که مبادا شر را بیفته، هیچ اتفاق خیری هم نمیفته. مادر اینم مورد نیازتان میشه ها. کاری نمی کنی نیت آشتی دادن داشته باش. امیر چیه؟ امیر جان برو به همه بگو بیان، میخواییم حلوا درست کنیم برای سالگرد آقا بزرگ. ول کنید بابا، دعوا میشه. انا همون به روزینا با همون بزن نزدیک بود همون بزنم به خدا. ول کن، چی فکر کردی؟ فکر اونا دستر بخور حلوا یا میپنن همون بغل میکنن؟ بعد کل خانواده گلکا دارای صلح و صفا میشن؟ نه بابا، الان نزدیک بود ناخونو مهناز خانم بره تو چش منیره. خیلی دلتو خوش، حالا مثلا چی رو میخوایی ثابت کنی؟ امیر، وای امیر، وقتی بهت میگن کاری انجام بده یا انجام بده یا بگو انجام نمیدم، خلاص تو سرت نمیشه. اگه نمیخوای نری نرو، من خودم میرم، فقط خاک تو سرت بکنم. چی میگی بچه؟ خاک تو سرت بکنم. وقتی که تش ختم با آشتی بشه تو چیزی گیرت نمیاد. با بابا جون من الان میام خودم بهشون میگم، من بهشون میگم خودم دیگه. میرم به همه میگم، حتی به خانواده عباس آقا هم میگم. خوبه امیر، امیر محمد گلکار، خانواده عباس آقا نیازی نیست، فقط خانواده گلکارا. سلام. مامان بزرگ گفتش بیام بهتون بگم که یکی دو روزی که شب سال با بزرگ است، میخواد حلوا درست کنه. گفتش همه بیایم دور هم جمع شه حلوا درست کنه. امری باشه. باجت. آی آقای امری باشه، صبر کن. مامان میگه صبر کن آقای امری باشه. ببین. بگو کیا قراره بیان. مامانی میپرسه دیگه کیا هستن؟ بهش بگو همه. میگه همه. همه دقیقاً کیا؟ مامانی میگه همه دقیقاً یعنی کیا؟ یعنی دقیقاً همه، حتی کسایی که همه تون باشون قهره، همه. میگه همه، یعنی حتی اون کسایی که شما باشون اختلاف دارین. نمیدن؟ خاک تو سر من. منجه، من اگه دوباره رفتم دنبال اون برنامه ها، تو با اون غم فرو کن تو تخم چشم، یا فرو کن تو قلبم. خوبه؟ فقط تو خواب فرو کن که درد نچشم. من قاتلم، بس چی این کارو بکنم؟ میرم دادگاه خانواده. تو هم وسمت دادگاه شناس شدی؟ این حرفا رو از زن اون آقا شیکه یاد گرفتی؟ زنهای مردم قد یه خاور از اون برنامه از شوهرشون گیر میارن، این حرفا نمیزنن، اسم دادگاه هم نمیارن. تازه اگه یارو گیر کنه کمپوت میگیرم میرم ملاقاتش. شما هم لطفا قد همون یه نخودی که من گیر آوردی دور بردار. یه روز دوباره من رو عصبانی نکن، میزنم خودم رو میکشم. این آقا خوله چی میخواد؟ مام بزرگی گفت شب سال با بزرگی است، همه دور هم جمع شه حلوا درست کنیم. خداحافظ.
وایسم اون بابا حیوانات اهلی کجا؟ همه دور همن، یعنی حتی آقا شیکه؟ منو بیژن با اون حرف نمیزنیم، اون وقت دور همی یعنی چی؟ دست شما در نکنه همو دیگه، ما حیوانات اهلی هم دیگه، حرف نباشه. آقا شیکه باس بایکوت شه. نه خیلی شمشیر هیشکی بایکوت نیست. من گفتم دنبال اون برنامه ها نمیرم، نگفتم دیگه واسه کل زندگی من تکلیف تعیین کن. من و بیژن و بقیه خودمون حلوا درست میکنیم، اما آقا شیکه بایکوت. نه اتاق جالبی شده، اگه یه حلب یا بادیه بذاره جالبتر هم میشه. میخوای یه چیز بگم بسوزی؟ میدونی چرا امیر اینجاست؟ امیر اومده میگه بیاییم برای سالگرد بابا حلوا درست کنیم، اما من میگم جایی که توی لات و بیسر باشی ما نیستیم. عشق لاتی جاهل سبک مغز، ما خودمون برای بابای خودمون حلوا درست میکنیم، با لات و بیسر پا هم قاطی نمیشیم، با هیچ کی قاطی نمیشیم، با کلن خرجمون از همه سواست. ما میشنوه این دفعه میاد غمی کشی میکنه. گم شه غلط کرده. چرا داشته سوگو سایه داری پاس میکنی؟ گردن کلفت اتاق در بسته ای؟ عدو شده عدو شده رو من؟ اینقدر با منظر داشته در میاره عدو شده رو اما بده زشته میشنوه زایه از سه میشه به خدا بشنوه میاد فک منو میاره پایینی دیوونه است. آنورمالی بهزاد ولش کن بچه رو. بهروز نیست، خودم میدم رفت اون بر عدوشو در خودمون حال کنیم، همون عدایی که پیش همایین در میامورد. یا یلا 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 مادر سپرست ننه همون جانو من بلکن با حال بلند یلا ای مادر سپرست ننه اینه که اولادت کجا باس بخوابه؟ منو منیجه کجا باس بخوابیم؟ اتاق من مستطیل و درازه، اگه خاک بستن من که اتاقم عین یه قبر مستطیل و درازه. ولش کن بساد بچه رو ولش کن کی؟ مرد گنده مجبورت کرد ردوی من رو در بیاری؟ چه؟ یه دقیقه بیا بیرون. خواهی بزنی؟ نه امو، نه شگوری پوگولی من، نه یه دقیقه بیا کارت دارم. باش امو دارم. ببین آقا شیکه، تو با گفتن خرجم از همه سواس در واقع داری به همه ما توهین میکنی، به من، به محترم، به بیژن، به همه. لال شو بابا، لال شو. داداش آوردمت اینجا که خودت درک کنی و ببینی این آقا شیکه کیه. به خاک هم تون سرت کنم. ببین ندگه داداش بریم. اما باشه
تو حالا جاسوس مایی. باشه باشه. باس بری واسه ما از آقوشی چه گزارش بیاری. چش چش. قشنگ. چش. و بدون اینکه معلوم بشه ازشون در میاری که برنامه شون واسه شب سال بابای ما چیه؟ باشه باشه. اما نمیتونه نفس بکشه. اما باشه کنم چه دیگه. اتو هست. اما دیگه عقده ای شدم. دیگه عقده ای شدم. میگم این امیر اومده اینجا جاسوسی ها. ببینیم بهرو چه آدم رزیلیه. این دیوار نازکه. فرستاده گفته گوش کن ببین چی میگن دیگه. الان من جاسوسی نمی کنم. من کار نمی کنم. جاسوسم مگه من؟ نه من جاسوس نیستم. میگم بیا برای سالگرد آقا یه کاری بکنیم. بگو چه کاری؟ چه کاری؟ ها؟ چه کاری؟ میگم بریم با یه رستوران صحبت کنیم. پول مثلا 200 تا غذا رو جیرینگی بهش بدیم. بگیم به 200 تا مسافر گرسنه غذای نظری بده. چطوره موافقی؟ موافقم. وای بهزاد چه فکر بکری. چقدر روح بابات شاد میشه. آفرین. من یه چیزی که شنیدم نمیگم. من جاسوسی نمی کنم. این کار نمی کنم. من حاضرم بمیرم ولی زیر بار ننگ شخصیتی نرم. بگو گزارش. بگو ببینم چی میگفتن. هیچی. برش کن مگه جاسوسی؟ گزارش. خب روحش خراب میشه دیگه. به خدا روحش خراب نمیشه. امین با اماش رفیقه. بگو همجون بگو. آره بگو. بابا هیچی نمیگفتم. به جان خودم به جان تو هیچی نمیگفتم. حرفای معمولی میزدن. چه میدونم شام چی بخوریم نهار چی بخوریم رنو لاستیکش صاف شده از این حرفا. چیزی نمیگفتن. خیلی خوب برو بیا ببین می برای حلوا هرچی خواستن میخری. نگاه کن گدوازی در نمیره خودتا. جنس خوب بخری. بعدم میریم شون محترم قشنگ میشینی شمرده شمرده میگی جیگونه چی بهش گفته. رو چشم نیادالا تنها میره پولم آته؟ اه زرنگی حتما تو خواب ببینی من بذارم تو تنهایی با پول جایی بری. امیر بیا با این برو. برو باش بیا دنبالم. ببین امیر با این بهزاده قاطی نشو. اون موقع که همایون بود من دیدم که با همایون قاطی شدی. نمیدونم برای چی اما من اجازه نمیدم مثل همایون با این بهزاده قاطی شی. من نمیخوام تیشه بریشه این بهزاده بزنم اما کلا روش باز کم بشه. کلا باز روش کم بشه. الانم که همه محترم با ماست بیژنم با ماست من خودم هم هستم. بابات اینا بی‌طرف هم بذار بی‌طرف باشن. اما احترام هم که طرف خودشو داره. تو میمونی تو باید طرف ما باشی که جمعیتمون زیاد شه. حالا بگو چند نفرین. اوی با تو هم بگو چند تا شدیم. چی؟ یکی. برو بابا تو هم. هی محترم جون اگه بدونی این بهزاد چجوری گفت من خودم خرجم از همه سباس. یه جوری گفت انگار چش نداره هیچ کیو بده. حالا خودت واسه درست کردن حلوا میای میبینی حرکاتشو. البته محترم جون خوشحال تو دیگه اومدی اینجا و هیچ وقت چشت تو چشش نمیفته. من بدبختو بگی دیگه همسایه‌اش شدم. حالا من باید چیکار کنم بهروز جان؟ محترم جون در حقیقت خود کارو نمیدونم چیکار باید بکنم. اما یه چیزی وسط خیلی مهمه آبجی. اونم نتیجه مطلبی که باز کم شدن روی بهزاد باشه. همینو بس. میام. میای؟ آره میام. فقط این گلا باعث یه ذره خوش بشه. خوش میشه. فردا شب وقت پختن مرباست. قراره که شب تو حیاط مدرسه جمع بشیم و بساط دیگه آتیش رو بپا کنیم و مربا بپزیم. عجب صحنه باشکوهی. اما میام آبجی. خودم تا یه ساعت دیگه میام با دمت گرم.
خواهر من دمت گرم. بیا که فکشو با یه هوپرکات بیاریم پایین. تایسون فریزر رو میزنه هوک چپ هوک راست، آفتاب بالانس، مهتاب بالانس، بالانس در بالانس. دمت گرم خواهر، دمت گرم. وای بر من. وای بر تو که چی؟ وای بر من که همچین توقعی از من داری. آره و همون بیخیال. بیخیال سالا درست نمیشه. نه بیخیال که سالا درست نمیشه. اما آقای آقا بهروز، برادر خوب من، داداش کوچولوی خوبم، این بساط چغلی تو جمع کن بردو ببر یه جای دیگه. تو توقع داری هدف من از پختن حلوا برای روح پدرم رو کم کنی داداشم باشم، پس روح پدرم چی میشه؟ خدا رحمتش کنه. روح پدرم مهمتره یا رو کم کنی؟ مثلا من میخوام بیام باغ یه کاری کنم روح پدرم شاد بشه. درسته، من دعاییم، آدم کاملیم نیست، اما توی این مدرسه خیلی چیزا یاد گرفتم. خب کچی نگاه نکن، اینجا شده این خونه، هنوز روحش روح یک مدرسه است. مدرسه، مدرسه است. من از در و دیوار این چیزا خیلی خیلی حرف یاد گرفتم. حالا پاشو تا تردید نکردم، پاشو تا شوله تو ازت نگرفتم. آبجی شبرولت بله بله چشم، هرچی تو بگی آبجی، حرفتون دقیقا درست و صحیحه. امیر جون امو آبادشو بریم. ولی امو، امو محترم راست میگه، روح آقا جون در سر دعوا ناراحت میشه. تو یکی حرف ازم بینیم بابا. خب یه برو تا شبلیت ازت نگرفتم آه. میتونی کار به دادگاه خانوادگی بکشونی؟ دادگاه چیه؟ چرا قضیه رو بزرگ بکنی؟ برو دیگه. آه شبرولت 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 والا. هی خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. مواد لازم برای حلوا از طرف گروه بهروز و بیژن و بچه ها. آرد اعلا، گلاب دو آتیشه قمصر کاشو، روغن معطر کرمونشا، شکر درجه یک، اینم 200 عدد نونه برشته، همه جنس عالیه. سری چی با من ایجی دعوات شد؟ هیچی بابا مادر، ولش کن، تقصیر خودم بود. درست میشه، درست میشه. برو مادر حلواتو درست کن و واسه این بچه ای بدبخت دعا کن. هر همی که میزنی بگو ای خدا این بهروز رو یاری کن. میگم ای خدا به ای بهروز عقل بده. سک تو چون خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری. حالم خوب نیست، حالم خوب نسته، حالم خوب نیست. لحظه به لحظه داره اصابم خورد سر میشه. دیدی اصابم خورده، میترسم یهو از دستم در برم و بپرم آقا شکر رو بزنم. منیجه یه ذره یه ذره به این کمکشی من احتیاج دارم، یه ذره این برنامه بابا. کمکشی بی کمکشی، میخوای ببندم ات بتر؟ من اصلا آمادگیشو ندارم منیجه. بابا یه ذره آقایی کن، یه ذره از این برنامه بهم بده، یه ذره من بتونم خودم رو آروم نگه دارم. من یه مثل پلنگی زخمی میمونم، خطرناکم منیشه. چند دفعه بهت بگم من هرچی برنامه پیدا کردم انداختم تو مسترا، حالا هی جلی خواهرت برنامه بکن واسه من. منیشه با کارت خودم میزنم، میگم من اگر از کنکشی استفاده نکنم تبدیل به آدم خطرناک میشم. من رو بیخود بزن، یه خودم خود ارده داشتم. با کارت میزنم میگم بابا یه خود بزن. باشه 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 باشه. سلام، خسته نباش. سلام موشن خان، خوش اومدی محترم جا. سلام دایی جان. سلام مینا جا، خوبم؟ خوبی بهروز؟ خوبم موشن خان. سلام دایی. سلام سلام
دایی جان اون سمت حیات دارن حلوا درست میکنن. نون پنیر سبزی آوردی شما؟ بله آوردیم لقمه کنیم. تو خوبی؟ اینا رو میخوای قشنگ درستش کنیم ببریم توی داد خیرات کنیم. ببینم تو مطمئنی حالت خوبه؟ ببینم. بله خوبم. فقط یه مقدار به خاطر اینکه ما چند تا خواهر برادر یه مقدار با هم عیاق نیستیم زیاده یه حالت تفرقه ایجاد شده من ناراحتم. حتما دیگه محترم جانو شنخون برای اینکه بیشتر حرف نزنم در موردش و بیشتر خراب نشم یعنی ناراحت نشم بفرمایید تو. نه معلومه واقعا درست میشه. چه عرقی هم کردی. منیشه در حد کرم کشی ماموریت بده. این ماموریت کاملا میشه. امیر میری تو چهار دیواری نادمه توی چهار دیواری چی کار دارن میکنن؟ بعد مو به مو واف واف ریز به ریز میای به رئیس تحویل میدی گزارش کامل شسته رفته. بابا دارم نون میبرم اون برمن عیبی نداره. من جاد نون میبرم تعویض میکنی مثل فوتبال. من نون میبرم تو گزارش میاری. بودو بودو عجب گرفتاری داری. گرفتاری چیه؟ وقت بزرگتر یه چیز میگی فقط بگو چش. بودو ببخشید ما هم شدیم پاک جاسوس. جب گیری کردیم به خدا من جاسوس نیستم. چرا فکر میکنی من جاسوسم؟ من اصلا جاسوس نیستم. من ذاتن آدم جاسوس نیستم. من جاسوس نمی کنم. من کار نمی کنم. یه عمو برز فکر کنم میتونه منو مجبور کنه جاسوسی کنم. من کار نمی کنم. من جاسوس نیستم. امیر عمو یه دقیقه اینجا ولش کن. تو دیگه بیداره جان گیری کردیم به خدا. چی رو ولش کن؟ اینو دفعه نرفت بگه. این دفعه میخوام با زبان سلیس فارسی بهش بگم بره بگه دیگه 200 غذا رو. الان شما رو آوردم نشوندم دم در که تو صحنه باشید ببینن ما داریم چی کار میکنیم. خواهش میکنم همکاری کنید. ما کاری به کار تو نداریم. همکاری ما سکوت. بابا ما شدیم اصلا نباشه شما. بابا جون یه دقیقه تحمل کنید دیگه. بله. ببینم عمو جان
من و مهناز فردا بعد از اینکه رفتیم سر خاکی بابا بزرگ میخواییم بریم یه رستوران 200 تا غذا برای روح بابا خیرات کنیم. خواه حالا برو به عموات بگو. نه شما فکر بگو من جاستم دیگه. من جاستم یه حرفا میبرم برم کنم دیگه. من جاستم؟ نه بابا دیوان جاسوس چیه؟ پا چی؟ میخوام بدونم منم بابا رو دوست داشتم. از این جهت میگم ولی من هیچ کار رو تو زندگیم برای خودنمایی انجام ندادم. حالا برو. من جاسوس نیستم. نه نه من جاسوس نمی کنم. من جاسوس نیستم. گزارش چیکار میکردم؟ هیچی بابا داشتم مغز گردو میذاشتم تو خرمای خیلی مهمه. زوره دیگه من برم مدرسه. چیزی رو پنهون نمیکنی؟ نه چیزی رو پنهون نمیکنم. چیزی نبود پنهون کنم. امیر جان ها مامان احترام کارتون دارن یه لحظه تشریف میاری ببخشید. مرخص چیه؟ گردگیری بود؟ نه خوبا باریشالله دست درد نکنی. ای خدا خدا به تو عقل میداد چی میشد؟ ای خالق عمرت آتش نزن عزیزم، جوانیت به باد نده، رحم به خودت بکن، رحم به نبا تو. امیر این پولا رو بگیر برو همشو خورما بخر، ببر خیرات کن بین همشاگردیا تو مدرسه، بگو فاتحهشو بخونن یادت نره ها، نشی مثل همایون 15 سالش که بود پول دادم برای خیرات بابامون بره خورما بخره، رفت همشو خرج کرد و رفت سینما با همین بهروز جفتشونو کتکشون زدم انداختم اتاق عقبی. شب که رفتم دروا کردم دم این دیوونه ها تا یه هفتم بو نفتالین میدادم. تورم همین بلا رو سرت میارم. خاطرتون جمعه جان این گوشه نداره. راست میگه مامانی این گوشه نداره. خب شماره که داره. مامانی اینو به شما انداختن. خب شما هم بندازیم به یکی دیگه. بده بهش بره. نه بابا گناه داری. حالا تو داری یاد من میدی چی گناه داره چی گناه نداره. بلند شو زود باش برو. بدو. برو رد کارت. آجا من فعلا فهم همین یه جعبه خرما رو میبرم. چرا؟ چی شد یهو؟ نه نه همه رو میخوامش. شما فعلا از همین جعبه خرما رو نگهداری بکنید. من میرم اسمی و همه خرما رو میبرم. پولش هم همین الان پیش پیش تقدیمتون میکنم. بفهم. ببین قشنگ به من بگو چه ساعتی میای اینا رو برداری ببری. همینطور یه کلمه حاجی من اصلی میام به درد من نمیخوره. ساعت درست بگو چه ساعتی میای. بین آج آقا بیاد حساب کن. نکنی معلوم میدم مدرسه. این یه ساعت نیم ساعت طول میکشه عملیسه اجازه بگیرم بیام بیرون. یه ساعت و نیم عملیسه تا اینجا هم یه ساعت میشه دو ساعت و نیم. یعنی من دو ساعت و نیم دیگه اینجا. شما دو ساعت و نیم دیگه بازی؟ یعنی ساعت سه بعد از اون بازی شما؟ نه والله من نیم ساعتی دیگه دارم میرم ناهار و نماز و بعدش هم با اجازت میخوابم تا چهار. حاجی آقا نخوب تو رو خود، اینا خیراته باز بمون ثواب داره. همین الان بگه همه رو با دوچرخه پسر من بردار برو مدرسه تون. خورجینم داره همونجا همشو خیرات کن بین بچه هاتون بخورن. بابا حاجی آقا اینا رو میخوام ببرم تو مدرسه جنگ زده ها خیرات کن. مدرسه خودمون که نمیخوام ببرم که. یه ورشون دار ببرشون مدرسه جنگ زده ها و مدرسه خودتون فرقی نداره، مگه اینکه بخوای تو مدرسه جنگ زده ها با این خرماها جلو یکی خود شیرینی کنی. و سلام نامه تمام. نه
خودشینی نه؟ خودشینی چی؟ حالا حاجا، حالا شما یه رای پیشنهاد بکنید دیگه. ببین من که نمیتونم از خوابم بزنم، من باید تا 4 بخوابم. خوبه خوب، بعد نهار نخوابم بد اخلاق میشم. هم الانم خورده خورده داره اعصابم به هم میریزه. اما یه کار میتونم برات بکنم. تو برو همون 2 ساعت و نیمه دیگه بیا. خونه من همین در بغلیه. خب؟ آروم با یه ریگ بزن به این شیشه. پسرم میاد. خب خب. پشت پنجره. بهش بگو نشون به ماشینی که بابات گفت کلمه خودشیرینی رو گفت، خرماهایی رو که گشتم پای ترازو بده من ببرم. آها دستون دارم. باشه. میگی به کدوم نشون به اون نشونی؟ نشون به اون نشونی که گفتی خودشیرینی. آباریکلا باریکلا خودشیرینی. جمعاً شد 20 کیلو. یا 20 تومن کمه که؟ 20 تومن کمه؟ که گوشه نداره. آجا ول کن تو رو خود، گوشه نداره، شماره داره دیگه. ای بابا خیلی خب، حالا چون برای کار خیره قبول میکنم، ولی خب این حالا. دمت کن، دمت کن، کار نداره بابا. پس من میام 2 ساعتمون دیگه، کار نداره. خب بس. بفرمایید خانم شیرین، خرما. خواهش می‌کنم خرما میل کنید. واسه سالگرد پدر بزرگم خانم شیرین. حالا البته تو مجلس جنگ زده خدمت شما و دیگه ساکنین مجلس خواهم آمد. واسه خیرات خرما مطمئن باشید. بفرمایید. تمنا می‌کنم خانم شیرین. بفرمایید خانم شیرین. خواهش می‌کنم. خانم شیرین، خرما. خرما خانم شیرین. واسه سالگرد پدر بزرگم. خواهش می‌کنم بفرمایید. تعارف نکنید. آروم یه دونه، یه دونه. یه دونه. تو برداشت بچه یه دون برداشت بچه ها صلوات بفرستید خاطره بس صلوات بچه ها بس پاشو پاشو من بچه ها شیخ خانم بفرم خیلی ممنونم من فاتحش رو بدم بچه ها برای آقای امیر که خط خوبی داره و جوون مهربونیه کف بزن آقا لایق با قابلیت خوشخط و مهربون همیشه با عباس آقا تعریفت هست امیر خورمه ها کار خودشو کرد خوب شد اینجا پخش کردی مدرسه خودت نبردی بابا این حرفا چی؟ امیر خیلی به هم بیاینا چیتی میگی؟ بابای نرفوشی آخه امیر میخوای برم صحبت کنم؟ نمیدونم آره نرفوشی میزن امیر ببین مامانه شجویده تحصیلت میکنه برد کف میزنه؟ آره آره چی میزن شیخ خانم؟
سلام عباس آقا. خورما. سلام. وسط جاده خورما خیرات میکنی؟ خیرات پدر بزرگم عباس آقا. میخوای واسه افراد داخل میلوسم بگی؟ خدا بیامرزه بابا بزرگ تو. اعلام میرفتی جای شلوختر. باشه باشه. مگه تو مدرسه نداری؟ ببین الان زنگ خورده. خب سری برو مدرسه. چون کلاس دخترها تموم شده، نوبت پسراست. بودو باری کلا. آقا بفهمید سلام 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 سلام, سلام. خسته نباشی خسته نباشی بفهمید خیرات دست از آقا شش آقا راستی من روز اولی که اومده بودم اینجا اسلامیسکا واسه مدرسه چشام به دلایلی بسته بود به صورت کامل بسته بود و اون کسی هم که اومده بود با اون واسه اسم‌نویسی بهم گفت اینجا یه دو زده هوایی من باور نکردم ولی باور کن همه هم میومدم اینجا دلم میخواست بیام بهتون بگم سلام خسته نباشید دمتون گرم خیلی باحالید جون خودم فاتحشم بفرستید خیراته آب باحال این زده هوایی آب با اجازت من دیگه برم و برم مرسه اجازه بگیرم بیام بیرون یه چند تا خورمای دیگه که الان یه جای دیگه است یه جای دیگه خیرات کنم فاتحش فرستادی خدافظ چکرم خدافظ خسته نباشید آقا بفهمو بفهمو خیلاته بیشتر باره آقا بفهمو آقا بفهمت خیلات دستون در نکنه بی کچون بعده سه چهار تا بعد رو خجات نکش خطه بلدی؟ نه آقا راستش ما بخواستن اگه شما اجازه مرخص بدید امروز بریم روستا همین الان چون که آقا بفهمید بلست بفهمید آقا یه چند تا خورما هستش آقا بفهمید هشم بفهمید ممنونم خیلی صفات هشم بفرست آقا ما میخواستم این چند تا خورما رو واسه سالگرد فوت بابا بزرگم ببریم مرسی جنگ زده ها خیرات کنیم از شما دردم نمیدونم حالا شما اجازه میدید اجازه مرخص میدید ما بریم خیرات کنیم تو مرسی جنگ زده ها آقا بفهمید چه گفتی میخوای خورما خیرات کنیم آره بله بله چقدر هست این خورما والا آقا خیلی زیاده ببینید کجا هست؟ تمام مغازه‌ای که ازش خریدیم گفتی فعلا اونجا باشه. اول بیام از شما اجازه مرخصی بگیریم و برگردیم برشون داریم. چرا بی خودی بیام اینجا بارکشی کنیم؟ علیکم. بارکردم. وقت ببینم مغازه کیه؟ این مغازه هستش توی کوچه باریکیه که همه چی می‌فروشه یارو سیبیل داره. آها. سید جلالو میگی؟ آره، آره سید جلال اسمش. سید جلال اسمش. ببین گلکار جان من نمیدونم چه فرقی بین مدرسه ما با مدرسه جنگ زده هاست که میخوایی ببری اونجا خیرات کنی از چه لحاظ آقا؟ از هر لحاظ که مربوط میشه به اولویت پخش این خوربه ها تو اون مدرسه نسبت به مدرسه ما آقا ما متفاوت نمیشیم یعنی چی؟ یعنی شما الان اجازه نمیدید که ما بریم مدرسه جنگ زده اونجا خورمه خیرات کنیم آره؟ دست شما در نکنید آقا خیلی ممنون ببین نمیتونی جواب من بدی پس فرقی نمیکنه من درست میگم نه چرا شما راست میگی چرا الان بابای مدرسه رو میفرستم در مغازه سید جلال خورمه ها رو بیاره زیادم قصه نخور خیرات خیراته نه بابا قصه چیه بعدش هم یه علامتی نشونه چیزی بده که این بابای مدرسه میره اونجا دست خالی بر نگرده خورمه ها رو برداره بیاره خب بهش بگید اگه خوش رفت اونجا خود سید جلال خوب بودش یه ریک برداره آروم بزنه به شیشش خونهشون خشن بغل مغازش بعد آروم بزنه به شیشش یه دفعه بیدار میشه بعد اخلاق میشه پسرش که اومد پایین بهش بگین بابا چند تا خورما داریم گذاشت دم ترازو بی زحمتونو بده بعدم بهش بگین نشون به اون نشون که بابات گفتش خود شیرینی نشون به اون نشون خود شیرینی
خودشیرینی خب بچه ها، این خورما رو یکی از دانش آموزا گرفته برای شادی و آموزش روی پدر بزرگش. شما در حین خوردن خورما براش فاتحه بخونید. یه هم دو سه تا قول هو الله یادتون نره. یه هم سه تا قول هو الله. بسم الله. اصلا معذب نباشی، اصلا عذاب وجدان نداشته باشی. 200 تا غذا رو دروغ میگیم عین آب خوردن. این قاعده بازیه. گندش در میاد، میرن سوال میکنن چی میگی واسه خودت. کی سوال میکنه؟ به روز که حال نداره جون بخوره، بیچاره از دست روزگار خودش له و داغونه. ما هم باید اقدامات خودمون رو انجام بدیم، چون اونا فعالن. میدونم که میگم، به اینا نباید امون داد. این امیرم کشوندن به جاسوس بازی این خود ما. نگاه کن، نه امیر، عادی باش، عادی باش، شاد باش، شاد باش، معمولی باش، معمولی باش. امیر جاسوس، جاسوس بزرگ دو جانبه، بیا پیش ما، بیا با هم بریم. تو جاسوس بزرگ دو جانبه ای؟ شهاب اگه بدونی تو چه ننگ شخصیتی گیر کردم، به خدا من آخر آبوده میشم، به خدا آخر آبوده میشم، خدافز من آبوده میشم. بیا با ما بریم جاسوس بزرگ دو جانبه. آقا ببخشید، ما این جاسوس بزرگ دو جانبه رو با خودمون میبریم. حیف که شما موتور دارید، وگرنه شما رو با خودمون میبردیم. با اجازه. امیر این لباسا رو به پا چروک نشه، گلمونا نشکنه. امیر جان فردا یادت نره قبل از ظهر با ما بیای سر خاک. ساعت 9 ده اونایی دیگه میخوام برن سر خاک، منم باید باهاشون برم. ولی اونا که برگشته من همون دور برام میمونم، یه پلکم شما که اومدی بهتون ملحق میشم. بعدش هم با هم میریم نهار. باشه. میگم اما امیر تو اصلا بابا بزرگو دیده بودی؟ من نه، قبل از که به دنیا بیام فوت کرده بودش. من در زمان حیاتش هیچ وقت ندیدمش، اما عوضش الان در 20 سالگرد فوتش دارم دو بار میرم سر خاکش. آفرین. دست که نوی خوبی هستی دیگه. بی تو پرپر میشم دو روزه، دل زنگت برام میسوزه. همه آهن، همه دردن، مثل توفان پر گردم. باد مستم که تو صحرا میپیچم دور تو میگردم. بیا بابا. چی کار داری بچه رو ذوقشو کور میکنی؟ این اشعار احساسات شخصی این بچه است که داره بروز میده. ما خودمون به واقع به اندازه کافی مایه عذاب این بابا هستیم، حالا این بچه یه کار احساسی میکنه تو ذوقش میزنی؟ نیستی دیگه متوجه. این امیره که قراره بره همه چیو تعریف کنه، از چشمه هنرمندانه کودکمون هم تعریف میکنه. بابا ما میخوایم اون 200 تا غذا به گوششون برسه، نمیخوایم که مسخره شیم. نمیخوایم این برادران ارشد یا هر هر بهمون بخندن که اومد از سر قبر بابامون میپیچم دور تو میگردم خوندن. ده، 11، 15، 98، 64،
256 392 450 امین جان اگه سیر نشدین این برش دست نخورده است و من چون رژیم دارم چاق میشم بخورم. امین جان از غذا لذت بردی؟ حال میدم دلم باد کرد بعد فرد تو خوردم. نوشه جونت، نوشه جونت. معنات جان چیکار کنیم؟ صد تا خوبه دیگه. وا من 200 تا غذای نظری قرار نبود بدیم برای سالگر بابا. چه صد تا؟ بابا یه خشیش. بابا یه کرس. از خونش بازی در نهی بابا از این همسر دختر من پدر منو ندیدن. این که هیچ. با ایشون هم که ازدواج کردیم یه 4-5 سالی بود که پدر ما به رحمت خدا رفته بود. اما عروس دیگه پدر شوهر رو دوست داره. میگه 200 تا غذا نذر کن برای مسافرای توی راه. ما هم میگیم چشم. 200 تا غذا نذر میکنیم. 200 تا؟ البته دقیقاً 196 تا. چون 4 تاشو الان ما خوردیم. بله امین خان. ما فرق میکنیم. ما با عمو بیژن و عمو بهروز فرق میکنیم. البته من آدم عقده‌ای نیستم برم جار بزنم بگم آی مردم ما 200 تا غذا نذری دادیم برای سالگرد بابام. نه. اما این دفعه دوست دارم بری بهشون بگی تا بدونن. متاسفم براشون. متاسفم. ترسیدن تو پول این 200 تا غذا شریک شن. پیش خودشون گفتن همون خرما و حلوا بسته دیگه. اب نداره ولش کن. ولش کن. ببخشید آقا حساب ما چقدر میشه؟ قابل نداره آقا بفرمایید. قربان شما خیلی ممنونم. چی داشتی عزیز؟ 4 پرس مخصوص با نوشابه ماست. قابل شما رو نداره. 160. البته قابل نیست. دستشو بود از نکنه. فارسی مورد ما 200 تا غذا ندادیم کلن از چلو کبابی مشعل کلن 100 تا غذا گرفتیم. 200 تا غذا اونم واسه یه آدم مرده خیلی زیاده. بعد از 20 تا تب دارید خب برید تو اتاقتون. با اتاقتون قهر کردید؟ نمیخواد همسایه همون به زنینا باشین؟ بید باز بید بالا اتاقا همین. نمیخواد دست شما درد نکنه. اما بهروزت گفت بنا به دلایل بیایم تو طبیعت و هوای آزاد. ما هم اومدیم این گوشه. چه دلایلی؟ حالا یه دلایلی. تو حتما باید بفهمی چه دلایلی؟ ولش کن بابا بچه رو. امیر جون عمو خب فرمودین شما و عمو بهزاد و زنم و مهناز و ساناز و خودت 4 تایی 200 تا نهار خوردین؟ یعنی نفری 50 تا. خب میشه البته همین دیدنی ها نشون میداد یه بابایی یه سوسیس 20 متری رو خورد. میشه منیشه میشه. یکی از رفقای قدیمی اون بچه محل اون بود 12 تا موسنگک و با 30 تا تخم مرغ نیمرو رو یهو میخورد. بلکن به روز این حرفات بوی شر میداد. میشه بابا منیجه میشه. امیر این 41 کجا ها؟ داری کشش میدی یا؟ ها؟ تو راه مدرسه‌مون. تو راه مدرسه‌تونه. فکر نمیکنم از زور تا حالا همه 200 غذای مفتی رو داده باشه. لابد 30-40 تاش مونده ها منیجه. چی میگی تو همون؟ نمیدونم شاید. شاید. پاشو همون جون. کجا؟ پاشو منه نگاه نکن. پاشو بریم. کجا بری بهروز؟ به خدا بهت شک میکنم ها. بری خدا هم اینجا زن پایی. کجا؟ بهروز من که میدونم تو دوباره شر میگردی. بری یا من دوباره خودمو میزنم. این بار اگه خودتو بزنی اون وقت منم میزنم. بابا من اینجا دارم میرم غذای خیراتی بابامون از اون 41 بگیرم. خیرات بابامونه. یعنی 6 تا غذا از اون 200 تا غذا نباید به بچه خودمون بابا برسه. ای بابا امیر یا عمو بشی تو ماشین من الان میام. نمیذارم بری. گوش کن بعد بگو نمیذارم بری.
اون آقا شیکه فکر اینجاشو نکرده بود که یادم بیکار لنگه من انقدر بیکار و بدلج کنه است که 10 کیلومتر بکوبه بره پیش 41 کلاس دروغ حرفشو دره. نه رو بگو دروغ رو در میاری که چی بشه؟ می دروغشو در میاری بعد میری رسواشو میکنی دعواتون میشه اعصابت میریزه به هم. بعد میگه بابا میگه منش به اعصاب خورده. یه روز از این برنامه بده من بندازم بالا. گریه نکن مرتو. نمیذارم نمیذارم اینجوری. منیش صد روح من نشو. اون داره با روح پدر من شوخی میکنه. ای بس پدر بدبین کسلوات منیش اگه بدبین کنی زیاد بیره کنی یه چیزی بهت میگم هم خودتو ناراحت میکنم هم خودمو ناراحت میکنم هم چرت این دور بره ها. اصلا میدونی چیه؟ من از اون تکون نمیخورم. تا سگ نشدم برو کنار. نمیرم. منیش برو کنار صدامو نذار ببرم بالا. نمیخوام. نذار سر داد بزنم منیش گفتم برو کنار. نمیرم. چرا منیش داد میزنم تو اصلا این خیالت نیست بابا برو کنار منیش باشه برو کنار نمیرم سراغ اون گفتی نمیرم سراغ اون برنامه واقعا برو کنار. خب پس اون 200 تومن که تعجبت به من بده من خیالم راحت باشه تو نمیری سراغ برنامه. بچه من قبلیم معتقدم آقا شوکه خالی بسته اما من قبلیم خودم دیدم که چنگ پول قلمه داد به یارو چلویه اما سکه اصابت خوردم راستی تو که قبلیم با چش خواهد دیدی کاش که یک قابلمه بزرگتر ور میداشتیم پاسه یک خانواده دختر مینیبوسی یعنی یه سه چهار باز چلو کباب میگرفتیم اما تیکن انداز از سر چی مولو ننگی شخصیتی دادی خوبا اوستا سلام تو سلام علیکم. سلام آقا. به به چه بویی پیچیده. خسته نباشی اوستا. دمت گرم. چه گوجه‌ای سیخ زدی دست خوش. آشپزخونه به اینجا میگن. اوستا دمت گرم یه 6 تا غذا بهمون بده. دو تا کوبیده، دو تا برگ، دو تا زرشک و از این غذا خیراتی‌ها بهمون بده. اگه زیاد مونده 9 تاش کن. 3 تا دیگه هم برداشت حساب کن. دمت گرم. حاجی میتی یه خورش بکش سری عمو بهش بگو درد بده که گرد بشه گرد بالا بشه آه اوستا شنافتی چی گفت به خود ایشون برای اینکه گرد چه گرد بالا شه 10 تاش کن اون یه دونه دیگه هم بهش برگ اضافه کن آقا بیا بریم توی سالن سفارش توی سالن بابا بزن بریم بیا اینجا باش بریم تو سالن بریم بیا سالن آقا سریعتر خب بگو ببینم اون چی سفارش بگو گفتم دو تا کوبیده خب دو تا زرش پلو با مرغ 6 تا هم برگ دیگه 10 تا فقط به بچه‌ها بگو که مرغو بذارن کف کف ته قابلمه چش رونم بیشتر باشه تو سینه اگه موجوده ممنون میشم اونم حتما فقط اون دستور بده بچه‌ها که مرغو گذاشتن ته قابلمه برنجو بریزن روی مرغ بعد کبابو خیلی موازی و صاف و راه راه بچنن روی برنجا بعد دوباره روی کبابو برنج بریزن که هم داغ بمونه هم قاطی نشه به صورت لایه در لایه دیگه که بعدش خواستم غذا رو ورق بزنم هی کوبیده ببینم هی برگ ببینم هی مرغ ببینم تا برسم ته قابلمه دست درد خب دیگه چیزی رو بخوای دیگه فقط اون سه اگه دستور بدی دو تا نون بذارن کف 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 که بعد خوردن مرغ با صورت نخوریم تا فلز قابلمه دیگه اوج معرفتتون نشون بده اونم بچش دمت گرم چیز دیگه نمیخوای نه دیگه همین دست درد نکنه یه کوبیده و نوشابه قابل نداشت ماستم داشتی؟ نوشابه و ماستم جز خیرات گفته بودن نه به سلامت نوشابه و ماستم جز خیرات گفته بودن اوستا یه بار دیگه هم گفتی خیرات این خیرات چیه؟ یعنی چی چیه؟ قضیه چیه میگه خیرات؟ تموم شد همه 200 غذا رو خیرات کردیم ببین فکر کنم آدرس اشتباه بهت دادن اینجا اشتباه اومدی به سلامت چی میگه؟ چون خودم اینجا بود خودشه آقا اوستا اینو نگاه کن زهری آقایی نیومدن اینجا با این پول ندادن به شما نگفتن 200 غذا رایگان خیرات کنید بدین به مردم نه بابا چه اصلا همچین برنامه ما نداشتیم امروز آقا جون میز شماره 3 3 تا کوبیده 3 تا ماز 3 تا نوشابه بنویسم آقا پس کسی امروز نیومد اینجا دیگه پول نداد که 200 غذا خیرات کنید بدیم به مردم دیگه آها یه قابلمه گذاشتی رو سرت گرفتی دستت را افتادی اینجا اومدی نقش بازی میکنی که سر از کار و چاخان این و اون در بیاری ما رو چرا بازی میدی؟ خواهشم واسه من تلکر نشه اوسا یه مسئله خانوادگی باز روشن شه بریم همین باشه اینجا یه دی اوسا
میخوان چوب اندازن واسه خیرات بابای من، 200 غذای مفتی دادن به مردم. شما با روح بابای خودت همچین برنامه رو پیاده کنن ترش نمیکنی؟ شاکی نمیشی؟ صدا در نمیاد؟ ببین شما نجه در اینجای نگه، روح بابات هم بهانه، یه جلو به اینجا بذار کنار، حالت بهتر میشه. دستتو بکش بینیم بابا. مثلا میخوای بگی خیلی مرد پیر و دنیا دیده و پخته و فهمیده و اهل دلی هستی؟ برو بابا، برو گوجت رو سیخ کن، برو ببینیم. مزاحمت شدم، الان وقت استراحت و انجام تکالیف مدرسه‌ت بود. عمو جون خیلی ممنونم که به درخواستم بها دادی اومدی. بعد عمو جون یه دقیقه من میبرم خونه عمو محترمت که شاهد داشته باشم. میخوام بهش بگم که بهزاد دروغ گفته. عمو ول کن تو رو خودت. حرف نزن. ول کن چی رو ول کنم؟ دروغ رو باز رسوا کرد. اما از من سمت گرفتی؟ خلاف بود از من سمت گرفتی. میبینی خواهر اینا کی هست؟ نه فقط میبینی آقا دروغ تا کجا؟ این امیرم شاهده. وقتی میگم شاهده یک کلم کلت رو تکون بده. همه زیر سر زن این آقا شیکه هست. حالا نمیخوام چغل این آقا شیکه رو بکنم که ترش کنی، اما این آقا شیکه به جای اینکه به فکر شادی روح بابامون باشه به فکر قمپوزه. همش قمپوز پشت قمپوز. آخه قمپوز تا کی؟ ببین خواهر خوب من، صبح اومدم نشستم ارشادم کردی، گوش کردم، گفتی نیت نباید خالی مندی باشه، درک کردم، گفتم چشم و ارشاد شدم. اما خواهر خوب من، اما آقا هوشنگ، این مرد فهمیده، ای خواهر ساده های خوب من، اما خواهر خوب من آبجی خانوم، حالا که نیتش خالی بندی باید مشتشو جلوی همه وا کرد. ها؟ سلام. آره دیگه باید وا کرد بابا، راه دیگه وجود نداره بابا. این آقا شکت داره جلوی همه جار میزنه، به دروغ داره خالی میبنده، میگه من 400 خزای نظری برای بابام دادم. ده بابا خالی بندی من میدونم داره خالی میبنده. من رفتم، من این امیر رفتیم رستوران، گفت هیچ کس اینجا هیچ خزای نظری سفارش نداده. وای نفهمیدم چی خوندم. اون لباسو بده من، برو پیکارو روشن کن. لباسو بهت نمیدم و پیکانم روشن نمیکنم. ما هیچ جا نمیریم. لطفا نه وارد میتینگ شو، نه تحت تاثیر میتینگ قرار بگیر. یعنی چی؟ دمت گرم هوشنگ خان. این مرد فهمیده. یعنی من دارم میتینگ میام دیگه. بهروز جان بله. بدونی که خودت متوجه بشی داری میتینگ میای. یعنی چی؟ یعنی همین که گفتم، میتینگ بی میتینگ. اگه از این در رفتی بیرون، دفعه دیگه در تهران، خیابان خیام، نبش ارک، در دادگاه خانواده هم دیگر رو میبینی، همین بغل رادیو. و سلام نامه دارم. مامان خانوم، بابا راست میگه دیگه. چه معنی داره آدم اینطوری برادرش رو خراب کنه؟ دو ساعت دیگه همه اهالی مدرسه جمع میشن که گلای خشکو بیارن مربا درست کنی. بعد شما میخوای گلا رو ول کنی بری بچسبی به بردن آبروی دایی بهزاد؟ برادر خودتون؟ دایی بس کنی دیگه تو رو خدا. این کارا بعید از شما. باشه برو. باشه برو بابا. من نمیام. اینا راست میگن. هوشنگ میخواد مثلا، میخواد مثلا بگه مثلا من خیلی مرد با جنبه ایم. حالا دیگه تو این باغ از این مردی با جنبه رو نریم که بخوان جلوی منو بگیرن. هوشنگ
ولی عمو جون تو دم باف پیاده شو. من یه مقدار واسه با خودم خلوت کنم ببینم یه دروغو رو واقعا واسه رسوا کرد یا نباید کرد. آخه میدونی عمو جون یهو مردد شدن. یهو تردید به جونم افتاد. آدم باز هر چند وقت یه بار به خودش خلوت کنه. شما هر شب این موقع با خودتو خلوت کنی درسته؟ هر شب. برو عزیزم دیگه، برو به درس مشکل کنش. بودو بودو تون باش، تون 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 فرز باش دیگه. یالا بودو من برمیگردم. میدونم وقتی خوشی که اعصابمو خورد میکنه، وقتی زنم هرسم میده، وقتی این محترم دکم میکنه، وقتی حتی این امیر ریخونه بهم تیکه میندازه، وقتی جمعه منو ترک میکنه، خب من هرس میخورم. وقتی هم هرس میخورم خب زج میکشم. من طاقت زج کشیدن ندارم، باید برم خودمو آروم کنم. آره آره خانمان سوز هست، اما این لامستم باید خودش رو با خودش کنار گذاشت. باید بتونم از این مانع عبور کنم، کمش کنم، کمش میکنم. امروز 20 دود، فردا 19 دود، پس فردا 18 دود، پس اون فردا 17 دود، پس اون فردا 16 دود. دود دود کمش میکنم. آره همه خوب، دود دود بهترین راه. پس پیش به سوی دود دود که دودشم برم هوا. علی ول کن بهروز، دور بزن بهروز، ترمز کن بهروز، گاز نده بهروز، گاز نده بهروز، گاز نده بهروز، گاز نده بهروز. رسی بهروز. چرا بیرون نیامد ما از پشت حجاب امشب؟ ندارد از مرفتن سوی خرگه از حسام شب. به تراری زده تیر زرفشانش به کارم شب. خلایق می کند از دست این دلبر فرارم شب. بزن مطرب خوش میزنی بر بطن ستار امشب. ستاب نار هجران سینم چون گلخن از امشب. اوش کمار کو تازه این شما جانم؟ آه بودیم آره بودیم. کردم اظهار دل خیش، برفتم از هوش چون به هوش آمدم. مشتری هم همون مشتری آیه تو بده یه رو بشین پیش آتی سویچ وسیلت هم بده برم از جا بیار. سنت کم ولی شرطت خیلی پیچیده است. یعنی مایه و ماشینی یه جا میخواد، اون وقت عوضش شناسنامه که رو میذاری یا کپونه خونتون رو میدی. مادرت دعوت نکنه سرو. آه
آقایون یه کاسب کار درست که مایه یه حق بگیره و اومد تا حق بده تو تو نیست. مثل اینکه اوستمون رفته بعضی اینجا رو خراب کردن. مثل اینکه هم خماری هم طلبکار. جنس ناب میخواد. باش بریم تو. ببخشید من شما رو تو نیدم. یه سرزمینی که دو خونه ای جایی ها. نه ولی از همون اول عینکی تو که اینجا دیدم فهمیدم با همه اینا فرق داری. کارت درست فهمیده ای. بیا ای بلا. پول آتیش جانم. آتیش مفتی نیست. بینم همون میریم چطور پول آب میدی ولی اینجا که میرسی صفر بسی در میاری. هموم هموم آخه صابون میزنی تمیز میشی کیسه میکشی. به جای جای خطرناک برو هموم. چقدر پول عقبت داری؟ ساعت ماهد رو کن وگرنه کیست میکشی. پر روه نه بچه ها. من دعوا نرم. میخوام از دستورت سالم برم خونه. بعدشم با ما شناسیم از کمال بدونه رفیقمونه. به جون خودم راست میگم. اصلا بگنم از کمال کو راستی راستی شما ها قلوم خره رو میشنسیم. اونم رفیقم به جون خودم خلف گمروک دستمونه. سنگین مامون اون منو فرستاد اینجا. گفت یه بار روغندار سنگین توپ داره از مزار میرسه دستش. آره بابا راستش آقایون من خودم هم کاسبم. بگین که بگم خلون خره واسهتون وزنی سنگین بیاره. بگم حتی تو بتیار خلون خره مونو مخصو استخاله خودو با Come on!
تو خفت نرم. ای خدا، ای خدا، ای خدا، تاییم و تاهرم کن خدا. مریشه چشی تر کردی؟ چرا انقدر اینجا خلوته؟ جماعت کجا؟ جماعت رفتم مدرسه. محترم خانم، با حالی مدرسه دارم مربای گل سرخ درست میکنم. در جریان هستم. داداش دمت گرم مواظب زنم بودی. داداش بعد مرگم زنم و بچم رو تنها نذاری. من این قراره بمیری. هی قراره بمیری. خب این ملک و املاک تو بکن به نام من. والا اینگاه مردن به این راحتیه. بهروز بیا، بیا اینا بپوش. آی روتون رو اونور کنیم من لباسم رو عوض کنم. امشب شب مهمی بود، اتفاق مهمی برام افتاد. من تقریبا عوض شدم. دو تا مشت و لگد دیگه میخوردی لابد کلن عوض میشدی. تو اگه عوض شدی زودتر بپوش بری. دیگه لباسه همینه که بود. بریم مدرسه. چشم داداش. برادر من بیشتر به فکر زن و بچت باش. حتما. همه جانم کوفته است. اون شونه رو به من بده.